0 بارسا 1 3 امتیاز با چنگ و دندان و ترشتگن. با انتخاب گاردین، مسی بهترین بازیکن سال 2022 شد. ضربه سهمگین به بارسا، دمبله در بدترین موقعیت مصدوم شد. عصبانیت شدید رئیس رئال مادرید، هشدار به آنچلوتی. رکورد شکنی پسر طلایی بارسلونا در 20 سالگی. تفاوت بزرگ بنزما با کاپیتان‌های بارسا و اتلتیکو. بارز سلام و خوش آمدید. لایک این ویدیو برای شما بی هزینه و برای ما با ارزش است. برای دریافت ویدیوهای بیشتر هم کانال ما را سابسکرایب کنید. ممنون از محبت شما. یونایتد 3 ریدینگ 1، تیم تنها جام می خواهد. منچستر یونایتد با کسب پیروزی 3-1 مقابل ریدینگ مرحله چهارم اف ای کپ را پشت سر گذاشت. یونایتد در چارچوب مرحله چهارم جام حذفی انگلیس امشب در ورزشگاه اولترافورد به مسافر ریدینگ رفت. شاگردان تنهاگ برای شکست دادن حریف دسته اولی خود کار سختی نداشتند و موفق شد با نتیجه 3-1 به پیروزی برسند. و ما در سری آی ایتالیا، اینتر امشب به مساف کرمونزی رفت و با پیروزی 2-1 سه امتیاز مهم به دست آورد و موقتا به رتبه دوم جدول سری آ صعود کرد. و ما در بوندسلیگای آلمان، بایر مونیخ برای سومین بار مساوی کرد. بایر مونیخ در یک از بازی های هفته 18 بوندسلیگا در ورزشگاه آلیانز آرنا به مساف اینتراخت فرانکفورت رفت. این تیم با تساوی 1-1 مقابل مهمان خود متوقف شد تا صد نشینی خود را در خطر ببیند. بالاتر از مسی و نیمار، اروپا زیر پای رشفورد. مارکوس رشفورد پس از جام جهانی عمل کرده بهتر از هر مهاجمی در دنیا داشته و بالاتر از ستارهای چون لیونل مسی و نیمار قرار دارد. تردیدی نیست که مارکوس رشفورد در بهترین فرم فوتبالی خود قرار دارد و حال این سوال مطرح می شود که رشفورد در ردبندی بهترین مهاجمان اروپا چه جایگاهی دارد. ستاره 25 ساله محصول اکادمی یونایتد در برتری 3-0 برابر ناتینگهام فارست در بازی رفتن نیمه نهایی جام اتحادیه موفق شد ول اول بازی را بزند. او که 51 بازی ملی نیز دارد، در 10 بازی اخیر یونایتد در همه رقابت ها پس از اتمام جام جهانی موفق به زدن 10 گل شده است. هیچ بازیکن در 5 لیگ معتبر اروپا چنین رکوردی را ندارد. منچستر یونایتد امشب در جام حذفی فوتبال انگلیس در خانه میزبان ریدینگ بود و رشفورد این شانس را داشت تا دوباره گلزنی کند که اینطور نشد. رشفورد در همه رقابت تا این فصل موفق به زدن 18 گل برای منچستر یونایتد شده و از این حیث تنها ارلینگ هالند 31 گل برای سیتی، کلین امباپه 25 گل برای پی اس جی و رابرت لواندوفسکی 22 گل برای بارسا را بالاتر از خود میبیند. بارسلونا در هفته 19 لالیگا موفق شد خیرونا را در یک بازی خارج از خانه 1-0 شکست دهد و صدرنشینی‌اش را مستحکم تر کند. شاوی تیمش را با 4 تغییر نسبت به دیدار قبلی مقابل سوسیداد در کوپا دل ری به میدان فرستاد. فاتی، رافینیا، گارسیا، والنسو که در آن بازی غایب بودند امشب به عنوان بازیکن ثابت از ابتدا به میدان رفتند و بالده، کریستنسن و پدری نیمکت نشین شدند. فران تورس و لواندوفسکی هم به دلیل محرومیت نمیتوانستند به میدان بروند. کریم بنزما قبل از شروع کلاسیکوی فینال سوپر جام اسپانیا و نیز دربی پنجشنبه شب مادرید رفتار متفاوتی نسبت به سرخیو بوسکتس و کوکه کاپیتان‌های بارسا و اتلتیکو نشان داد. رئال پنجشنبه شب در برنابئو و در یک چهارم نهایی کوپا دل ری موفق شد اتلتیکو را 3-1 پس از 120 دقیقه تلاش شکست دهد. دیدار کاواشی داوری بسیاری داشت، اما تصویری از کریم بنزما و کوکه قبل از شروع بازی با استاپ‌های زیادی داشت. بنزما پرچم یاد بود اتلتیکو را که از کوکه گرفته بود مقابل دوربین عکاس گرفت، ولی کوکه ترجیح داد پرچم یادبود رئال را پشت خود مخفی کند. همین اتفاق در کلاسیکوی فینال سوپر جام اسپانیا نیز رخ داد و سرخیو بوسکتس ترجیح داد پرچم رئال را مخفی کند، ولی بنزما پرچم بارسلونا را مقابل خود و رو به عکاسان گرفت، حرکتی که با واکنش مثبت و تشویق فوتبال دوستان روبرو شده است. البته کریم همیشه چنین رفتار را از خود نشان نداده است. برای مثال در کلاسیکوی نیمه نهایی سوپر جام فصل گذشته و چنانچه در تصویر مشخص است، بنزما نیز پرچم بارسا را پشت خود مخفی کرده است.
دیگو سیمونه مربی اتلتیکو مادرید از بینه خیلمارین مدیر اجرایی باشگاه علیه رئال و کمیته داوران اسپانیا حمایت کرد. دربی پنجشنبه رئال و اتلتیکو از لحاظ داوری حواشی زیادی داشت. اتلتیکو معتقد است تنیس بایوس در شرایطی که بازی را 1-0 پیش بودند باید از زمین اخراج میشد و رئال 10 نفره شانسی برای بازگشت پیدا نمی کرد. ولی سبایوس کارت زرد دوم را دریافت نکرد و در ادامه میزبان توانست گل تساوی و سپس گل‌های بعدی را بزند. خیلمارین مدیر اجرایی اتلتیکو در اظهارات تند علیه رئال و کمیته داوران گفت که هیچ داور شهامت 10 نفره کردن رئال در دربی آن هم در برنابئو را ندارد. سیمونه در نشست خبری روز گذشته و در واکنش به بیانیه خیلمارین گفت: از روزی که من وارد فوتبال اسپانیا شدم هرگز با چنین بیانیه شجاعانه روبرو نشدم. خیلمارین حرف دل همه هواداران اتلتیکو، کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان را زد. ما به دنبال توجیه شکست نیستیم و تنها توقع داریم که عدالت رعایت شود. اینکه داوران و وی آر به همه تیم‌ها نگاه یکسان داشته باشند. خیلمارین در مورد قضیه سبایوس که کاملا واضح بود موضع کاملا طبیعی گرفت. او حرف را زد که همه دوست داشتیم بزنیم. عصبانیت شدید رئیس رئال مادرید، هشدار به آنچلوتی. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید پس از شکست برابر بارسلونا در سوپر جام اسپانیا بسیار عصبانی بوده و بحث تندی با کارلو آنچلوتی داشته است. رئال مادرید در فینال سوپر جام اسپانیا با نتیجه 3-1 از بارسلونا شکست خورد تا نتواند از عنوان قهرمانیش در این رقابت ها دفاع کند. عملکرد ضعیف رئال در این بازی انتقاد بسیاری را به همراه داشت، اما به نظر می رسد که تحمل این شکست برای مدیران رئال مادرید و خصوصا پرز بسیار دشوار بوده و باعث شده که او برخورد تندی با سرمربی این تیم داشته باشد. نشر اسپانیوی رئال وا مدعی شده است که پرز از تحمل این شکست به حد خشمگین شده که مدت ها بود کسی چنین خشمی از رئیس باشگاه رئال مادرید ندیده بود. گفته می شود پس از بازگشت رئال مادرید به اسپانیا برای ادامه حضور در دیدارهای لالیگا و کوپا دل ری پرز جلسه خصوصی با حضور آنچلوتی و پینتو برگزار کرده و به صورت جدی به آنها هشدار داده است. این روزنامه اسپانیوی همچنین خبر داده که این برخورد باعث تنش در والدباس و کادر فنی رئال مادرید نیز شده است. ششمین امتیاز پیاپی در صدومین بازی. بارسلونا دومین پیروزی پیاپی خود را با گل پدری گونزالس به دست آورد. بارسلونا که در بازی خارج از خانه برابر خیرونا قرار گرفته بود در نهایت با تگل پدری گونزالس به برتری بازیش دست یافت و با صدرنشینی در لالیگا ادامه داد. اما پدری در این بازی رکورد شکنی کرد و برای صدومین مرتبه پیراهن بارسلونا را در رقابت‌های مختلف بر تن کرد. این آمار در حالی برای او به دست آمد که تنها 20 سال سن دارد و در ترکیب آبی واناری‌ها و همچنین تیم ملی اسپانیا جا افتاده است. پدری که در بازی هفته گذشته مقابل خطافه نیز تکل پیروزی بخش بارسا را به نام خود ثبت کرده بود، در جدال امروز نیز با گلی که در دقیقه 61 به ثمر رساند پایه‌گذاری پیروزی بارسلونا شد تا شاگردان ژاوی با 47 امتیاز رتبه اول را در اختیار داشته باشند. نکته جالب توجه اینجاست که 4 برد اخیر بارسلونا در لالیگا مقابل اساسونا، اتلتیکو مادرید، خطافه و خیرونا با اختلاف 1 گل به دست آمده و پدری در 3 مسابقه اساسونا، خطافه و خیرونا گلزنی کرده است تا مهره تاثیرگذاری برای کاتالان ها به حساب آید. لیونل مسی ستاره آرژانتینی به انتخاب نشریه گاردین بهترین بازیکن سال 2022 میلادی شد. قهرمانی مسی با تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر و رسیدن این بازیکن بر رؤیای دیرینش باعث شد که تمام افتخارات ممکن را در طول دوران فوتبالش به دست آورده باشد. او نقش مهمی در قهرمانی تیم لیونل اسکالونی ایفا کرد و بسیار معتقد هستند که اگر این بازیکن در ترکیب آرژانتین حضور نداشت آنها موفق نمی‌شدند این افتخار را پس از چند سال بار دیگر به دست آورند. مسی در سال 2022 در سطح باشگاهی عملکرد قابل قبول را کرد و پس از گذراندن یک فصل نچندان خوب با پاریس سن ژرمن در اولین سال حضورش در این تیم حالا بیش از پیش با شرایط سازگار شده و آنها امیدوار هستند که درخشش او بتواند در این تیم هم ادامه داشته باشد و پی اس جی را بر رویای قهرمانی در لیگ قهرمانان برساند. کیلیان امباپه پس از این ستاره آرژانتینی در رتبه دوم رده‌بندی قرار گرفته است. کریم بنزما در رئال مادرید که توپ طلای 2022 را نیز از آن خود کرده بود در جایگاه سوم رده‌بندی قرار گرفته است. ضربه سهمگین به بارسا، دمبله در بدترین موقعیت مصدوم شد. عثمان دمبله ونگر فرانسوی بارسا در دیدار امشب این تیم مقابل خیرونا مصدوم شد تا در آستانه چند بازی مهم بارسلونا نگرانی بزرگ برای کادر فنی این تیم به وجود آورد.
عثمان دمبله در فصل‌های گذشته به دلیل مسئولیت‌های پی‌پی با انتقادهای سوی هواداران بارسا مواجه بود. از زمانی که ژاوی سکان هدایت بلوگرانا را به دست گرفت، کمتر با مسئولیت‌های جدی مواجه شده بود. اما امشب در دقیقه 22 دیدار بارسا مقابل خیرونا اولین نشانه از آسیب‌دیدگی دمبله نمایان شد. این مسئولیت برای بارسا در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد، چرا که بارسا در هفته‌های آینده چند بازی مهم و حساس را در پیش رو دارد. به همین خاطر بود که ژاوی در کنفرانس خبری بعد از بازی نگرانی خود از مصونیت دمبله را با خبرنگاران در میان گذاشت و گفت دمبله بازیکن است که میتواند جریان بازی را به نفع ما تغییر دهد. فکر کنم او مصدوم شده است و این واقعا باعث تاسف است. احساس میکرد که از لای چهارسر پایش دچار مشکل شده است. بیایید امیدوار باشیم که شدت مصونیتش کم باشد. دمبله در صورت جدی بودن مصونیتش چهار بازی حساس بارسلونا را از دست خواهد داد. رئال بتیس، لالیگا، سویا، لالیگا، ویارال، لالیگا و بازی مقابل منچستر یونایتد در مرحله 16 نهایی لیگ اروپا، چهار بازی حساس و مرگبار.